سپیده پور آقایی مدیر مجموعه شهروندیار از دیژون فرانسه همراه ما هستند. خوش آمدید خانم پور آقایی. به ما بفرمایید چرا در حالی که مشکل اصلی مردم گرانی ها وضعیت اقتصادی و معیشتی است، اما رسیدگی به این موضوع ها اولویت اول و اصلی حکومت نیست، بلکه مسئله اصلی برای حکومت حجاب اجباری و مقابله با مردم هست و پافشاری بر حجاب اجباری؟ دلیلش را از شما میشنویم. دلیلش اینه که در حکومت بلاتفقی رعایت و در حقیقت احترام گذاشتن به حقوق شهروندی کوچکترین جایگاه و اهمیتی نداره. برای حکومت بلاتفقی کوچکترین اهمیتی نداره که مردم در بخش بزرگی از مردم لااقل در فقر و گرسنگی و تورم و بیکاری دست و پا بزنن و هیچ امیدی به آینده نداشته باشن. به همین خاطر که اصلا این واژه اقتصاد مقاومتی رو اینها اختراع کردن، به این خاطر که در چنین شرایطی که میتونن فساد سیستماتیک و نجومی رو، راندخاری رو و ناکارآمدی مطلق اقتصادی رو اینها به صورت دائمی توجیهش بکنن و اینا حتی به اون اصول قانون اساسی خودشون که به هر حال دولت رو مسئول تأمین معاش حداقل مردم میدونه زیر پا میذارن و بدتر از اون حتی در بسیاری از موارد اینها دست در جیب ملت هم میکنن و بسیاری از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی که در سالهای اخیر اکثرا هم وصل هستن به بیت، به سپاه، اینها باعث شدن که صدها هزار نفر مال باخته بشن، زندگیشون نابود بشه. اما مسئله حجاب داستانش فرق میکنه. ببینید، مسئله حجاب به هیچ وجه برای حکومت یک مسئله فرعی نیست، برخلاف خیلی از ادعایی که در سالهای گذشته میشد و میگفتن جمهوری اسلامی یک حکومت عملگرای، در مواقعی برای حفظ خودش از یک سری از مسائل صرف نظر میکنه برای اینکه بتونه به هر حال بقای خودش رو تداوم ببخشه. اما عملا جمهوری اسلامی نشون داده که در مورد مسئله حجاب به خوبی از تبعاتش آگاه هست، اگر که حجاب اجباری برداشته بشه. چرا؟ به دلیل اینکه اولین مخالفت با حجاب اجباری و پوشش اختیاری اولین گام خروج زنان از کنترل فقاهت و شریعت هست و زمانی که زنها از این کنترل خارج بشن، خود به خود دیگه اصلا دو دستگاه استبداد مذهبی و اون سیستم عریض و طویلش برای توجیه شریعت و فقاهت اصلا دیگه از جایگاه خودش خارج میشه و به همین خاطره که شما میبینید اینها میترسن از اینکه زنها بتونن بر بدن خودشون کنترل داشته باشن، چون این کنترل زنها بر بدن خودشون نتیجهش اینه که اصلا قشر روحانیت، یعنی در حقیقت وجود قشر روحانیت و حالا مؤمنان‌ها و آخوندها که هدف اصلیش کنترل عرصه عمومی در همه ابعاد و وجودش هست، این هم دیگه از اون حیث قبلی خودش خارج بشه و اصلا دیگه وجودش لزومی نداشته باشه. خانم پور آقایی، در کارزار نه به حجاب اجباری ما شاهد مخالفت‌هایی حتی از سوی افراد با حجاب و گروهی در داخل حاکمیت هم بودیم. فکر میکنید دلایل این افراد برای مخالفت با حجاب اجباری چه است؟ ببینید، اینها دو دستن به نظر من. یک بخشی هستن از اقشار سنتی هستن که اینها به شدت وحشت کردن به دلیل این تقابل‌های خیابانی که انجام میشه، به دلیل رفتار وحشیانه گشت ارشاد علیه زنها. اینها این ترس رو دارن که نفرت از حجاب اجباری به نفرت از محجبه ها تبدیل بشه، به همین خاطری که احساس میکنن حتی امنیت روانی و جانی اونها هم میتونه در تبعات این مسئله باشه که به خطر میفته. و بخش دیگه هستن، حالا هنوز کسایی هستن که نگران اون حفظ ساختار کلی حکومت هستن، حالا موسوما هنوز به اصلاح طلبهای حکومتی. اینها هم به دلیل اون اعتقادی که دارن، به دلیل اون دلبستگی که به اصل حکومت بلاتفقی دارن، وحشت کردن که مبادا مسئله حجاب و عمیق‌تر شدن شکاف در بین حکومت و مردم به دلیل مسئله حجاب که حتی رسوخ کرده به اقشاری که بعضا ممکن حتی از در عرصه عمومی سیاسی فعال نباشن، اینها باعث بشه که به قول خودشون اصل نظام و اصل حکومت به خطر بیفته. و به همین خاطر که در این دو بخش ما این مخالفت با حجاب اجباری رو میبینیم. سپیده پور آقایی مدیر مجموعه شهروندیار از دیژون فرانسه، سپاسگزارم از شرکت شما در برنامه.